بر شما، 31 خرداد ماه 1398 خورشیدی و 21 ژوئن 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به اوضاع فعلی منطقه خلیج فارس و این اوضاعی که هست دیگه، بیشتر شدن احتمال رویاروی نظامی مستقیم در این منطقه. پرده آخرم البته خواهیم داشت حتی در زمان جنگ آخر برنامه. هیچ کس دلش نمیخواد جنگ بشه، ولی این اوضاعی است که جریان داره و برنامه امشب هم در همین زمین است. تقدیمی این هفته مربوط است به پیامدهای قتل یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ. چهارشنبه 22 خرداد پیکر علیرضا شیر محمد علی بدون اعلام عمومی قبلی در قطعه 324 بهشت صحرا به خاک سپرده شد. زندانی سیاسی که دو روز قبلش تو زندان کشته شده بود. مجموعه فعالان حقوق بشر چند روز بعد از این قتل نامه‌ای رو منتشر کردن از برزان محمدی، همبند علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی دیگر. بخشی از این نامه رو براتون میخونم. برزان محمدی الان منتقل شده به اوین. برزان نوشته: این جانب برزان محمدی زندانی سیاسی کرد، جزئیات کامل قتل شهید علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی جوان 22 ساله تک فرزند و معروف به سامان، در تاریخ 20 خرداد 98 ساعت 8:22 دقیقه شب توسط دو شرور، محمد رضا خلیلزاده قاتل اصلی و حمید رضا شجاعی زواره شریک در انجام قتل، را به شرح زیر اعلام می کنم. دلیل تأخیر در بیان جزئیات این قتل، حال بد روحی و عدم تمرکز کافی به خاطر از دست دادن دوست و همبندی هم بوده است. محمد رضا خلیلزاده و حمید رضا شجاعی زواره چندین سال است به جرم‌های مختلف از جمله دو قتل، یکی در زندان رجای شهر و دیگری در خارج از زندان، کلاه زنی و آدم ربایی، به حکم حبس ابد و اعدام محکوم شدند. این دو شرور از چندین ماه گذشته تهدید می‌کردند که باید یکی را به قتل برسانند تا از این سویت به مکان اولیه خود، یعنی زندان رجای شهر، انتقال یابند، چرا که معتقد بودند در آنجا کلاهزنی می‌کنند و درآمد خوبی دارند. در ساعت 8:20 دقیقه شب افسر نگهبان وقت به همراه یکی دو نفر مددجو جهت تحویل دیگ شام در اول سویت را باز کردند، بدون اینکه این دو نفر را به داخل سویت خود منتقل کنند و در را به روی آنها ببندند. کلید در سویت ما به مددجو تحویل داده شد و او نیز در سویت ما را باز کرد. محمد رضا خلیلزاده قاتل اصلی که از پیش چاقوی بزرگی را در زیر پیراهن خود مخفی کرده بود، به محض ورود به سویت ما دست علیرضا را گرفت و به او گفت بیا داخل اتاق، کارت دارم. متاسفانه بعد از چند ثانیه صدای فریاد علیرضا از اتاق محل نگهداری من و او بلند شد. بلافاصله بر روی تخت من چند ضربه اصلی را به قلب علیرضا فرو کرده و چندین ضربه دیگر هم به سر، گردن و سایر نقاط بدنش وارد کرده بودند. همزمان حمیدرضا شجاعی زواره شریک در قتل با جسم تیزی که از سنگ دستشویی درست کرده بود بقیه را تهدید به زدن میکرد. متاسفانه کاری از دست ما بر نیامد و افسر نگهبان و چند تن دیگر نیز به محض مشاهده صحنه از آنجا فرار کردند. حمیدرضا که قاتل اصلی را با تیزی اسکورت میکرد نیز یکی دو ضربه را به سر و گردن علیرضا وارد کرد. بعد از چند دقیقه چند نفر به صحنه وارد شد و آن دو شریر را به داخل اتاق خود منتقل کردند، اما متاسفانه دیر شده بود. ما نیز پیکر نیمه جان علیرضا را به بیرون از سویت برده و نهایتاً به ایراب بهداری زندان که فاقد هر گونه امکاناتی است منتقل کردند. علیرضا به صورت کاملا ناحق و با دنیایی از آرزوها در راه انتقال به بیمارستان فیروزآبادی جان خود را از دست داد. تقدیمی این هفته به مردم آسیب دیده ایران. یه روزم مرگ در خونه منو میزنه، در خونه بچه منو میزنه، در خونه شما رو میزنه. تا کی میخواید خفه باشید؟ تا کی میخواید ذلت رو تحمل کنید؟ به هر حال شکنجه میشیم، داریم با همین زندگی شکنجه میشیم. 40 سالی داریم شکنجه میشیم. تابوت زیر بمباران بودیم، تابوت از ترس کمیته و سپاه و چیزای دیگه. تا کی میخوایم مثل سگ بترسیم بخزیم توی لونه هامون؟ تا کی؟ اگر شرف دارید
صداتون رو بلند کنید. اگر شرف ندارین برین ببینین از خجالت از زجه‌هایی که این مادرها میزنن و هیچ کدومتون خودتون رو زدین به نفهمی و نشنیدن و میگین ما ندیدیم نشنیدیم تا کی؟ ولی بدونین این اتفاق برای هممون میفته، دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره. جوانتون دارن فنا میشن، یا معتاد میشن، یا هرز میرن، یا بیکارن افسردن افتادن کنج خونه. تا کی؟ علیرضا شهامت داشت، 21 سالش بود، مگه آرزو نداشت؟ مگه ما آرزو نداریم؟ بچه های ما آرزو ندارن؟ نمیخوان آینده داشته باشن؟ بازم خفه بشین، بازم علیرضا ها رو بیاریم خاک میکنیم، بازم جمع میشیم، عکس سلفی میگیریم، با هم دیگه آفرین میگیم، خوشحالم از دیدنت میگیم، ولی تا کی؟ 22 اردیبهشت انفجارهایی تو 4 نفتکش در نزدیکی بندر فجیری امارات انجام شد، 2 نفتکش سعودی، 1 نفتکش نروژی و 1 نفتکش اماراتی. 1 ماه بعد 23 خرداد نخست وزیر ژاپن در ایران بود که 2 انفجار در 2 نفتکش در دریای عمان شد که یکی ژاپنی بود. 1 روز بعد از انفجار 2 نفتکش در دریای عمان، سنتکام مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه ویدیویی رو منتشر کرد از پیامد آنچه اتفاق افتاده بود و اعلام کرد که این فیلم نشون میده که یک قایق سپاه پاسداران سعی میکنه یک مین منفجر نشده رو از بدنه نفتکش، همون نفتکش ژاپنی که درش انفجار شده بود، نفتکش کوکا جدا بکنه. این ببینید سمت راست تصویر جلوی قایق یک نفر شیر رو از نفتکش کوکا جدا میکنه، بعد برمیگرده توی قایق سپاه و اون شیر رو تحویل آدمای دیگه میده که منتقلش میکنن. اینجا یه مقدار واضح‌تر معلومه که یک نفر دیگه هم نشسته روی سطح دماغه قایق، هوای اونو که مینو میکنه داره و بعد از تموم شدن کار میره داخل قایق و قایق نهایتاً دور میشه، یعنی ظاهراً مأموریت انجام شده. ببینین یکی از راه‌هایی که میتونیم بفهمیم که این فیلم درسته، ادعا درسته یا نه، این است که اولا ببینیم این قایق واقعا مال سپاه هست یا نه. تصویرهای روشنتری که 2 روز بعد از انتشار این فیلم منتشر کرد سنتکام که توسط هلیکوپتر آمریکایی گرفته شده، ثابت میکنه که این قایق سپاه بوده. میبینین قایق سپاهو در کنار نفتکش کاکوکا، حفره و قسمت تخریب شده بدنه نفتکش ژاپنی کاکوکا رو میبینین، بدنه پوشش موتور نفتکش همینجا اون قسمتی که تخریب شده و اینجا بقایای دستگاه اتصال مغناطیسی یک مین منفجر نشده رو میبینین. خود مین برداشته شده، از روش کنده شده و این بقایای آلومینیومی اتصال اونه و اینم تصویر روشن قایق سپاهی که بعد از برداشتن مین از نفتکش کوکوکا داره دور میشه. در اینکه این قایق سپاه فرستاده شک نیست، اما چرا؟ اگر کار سپاه بوده چرا دوباره برگشته مین عمل نشده رو برداشته؟ جز اینکه منطقا هیچ دلیلی نداره که مین عمل نشده اگر به دست هر نیروی غیر از سپاه میافتاد و مشخص میشد که ساخت جمهوری اسلامی و همه انکارهای جمهوری اسلامی که ما نبودیم و نکردیم در یک لحظه بر باد میرفت، چی کار میخواستن بکنن حضرات مسئول این نظام مقدس؟ و به همین دلیلم مین عمل نکرده رو میکنن تا آثار جرم رو پاک کنن مثلا، ولی فقط هم این اقدام نیست، سعی میکنن با یک موشک زمین به هوای SE-7 پهپاد آمریکایی که مشغول فیلم برداری از همین ماجرا بوده از قبلش ساقط بکنن که البته موفق نمیشن. من کوتاه بخونم براتون. یک روز یک مقام آمریکایی به شبکه تلویزیون CNN گفت که ساعتی پیش از حمله به 2 نفتکش در دریای عمان در روز پنجشنبه 23 خرداد، نیروهای ایرانی یک فروند موشک زمین به هوا به سوی یک پهپاد آمریکا شلیک کردند
شبکه تلویزیونی CNN روز شنبه 25 خرداد به نقل از یک مقام آمریکایی با اعلام این خبر گزارش داد که این موشک به هدف نخورده و در دریا سقوط کرده است. بنابراین گزارش این مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده، پهباد آمریکا MQ-9 پیش از شلیک این موشک چند قایق ایرانی را رصد کرده که به سمت نفتکش‌ها در حال حرکت بودند. اینا همه آرشیو و سند و قاعدتاً باید ارائه بشود به شورای امنیت سازمان ملل و بسا بخشش ارائه شده. نمیتونه یعنی ادعای همینجوری باشه چون ازشون میخوان. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و هم وزیر امور خارجه و هم مهمتر البته رئیس جمهوری آمریکا این انفجارها رو کار جمهوری اسلامی اعلام کردن. جمهوری اسلامی هم تکذیب کرده طبق معمول. یک پرسش روشن از مسئولان جمهوری اسلامی. ببینید بارها شما گفتین و مشخصا همین دو سه روز پیش آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت ما بارها تأکید کرده ایم که ضامن حفظ امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز هستیم. حمله به این دو تا نفتکش در دریای عمان در 25 مایلی بندر جاسک انجام شده. کی باید جواب بده؟ کسی که میگه من تامین کننده امنیت خلیج فارس و دریای عمان و اون آبهای جنوبی هستم، آبهای ایران، آبهای بین الملل. چرا جلو چش شما این حمله ها و مینگذاری ها انجام میشه؟ دو حالت دارد به قول اسفونیا. یا کار خودتونه یا کار شما نیست. اگه کار شما نیست یعنی نمیتونین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس رو تامین کنین. درکش ساده است به نظرم برای هر کسی. ببینین این محل مورد حمله واقع شدن نفتکش نروژی فرانت هالتر و نفتکش ژاپنی کوکوکا کاریجز نزدیک بندر جاسک. این تصویری است که گاردین منتشر کرده از موقعیت جغرافیایی دو نفتکش کوکوکا و فرانت هالتر وقتی انفجارها انجام شده. نزدیک هم هر دو نزدیک بندر جاسک. فاصله کاکوکا تا جاسک 25 مایل گزارش شده، فاصله فرانت هالتر که یک ساعت بعد از کاکوکا دوچار انفجار شده 28 مایل با بندر جاسک. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد 44 ملوان دو فروند کشتی نفتکش خارجی که صبح امروز در دریای عمان دچار حادثه شدند، یعنی پنجشنبه 23 خرداد، با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی هرمزگان از آب گرفته شدند و توسط شناور ناجی ایرانی به بندر جاسک منتقل شدند. روحانی هم تو جلسه دولت همین چهارشنبه گفت که چرا از ما تشکر و تقدیر نمی‌کنین که خدمه کشتی آسیب دیده رو با عزت و احترام از آب گرفتیم و پذیرایی کردیم. به پایین پذیراییتون نکنن یه وقت اینا. پذیرایی کردیم فرستادیم امارات. این دروغه. هیچ کس جز خود جمهوری اسلامی همچین حرفی نمیزنه. حقیقت این بوده است که خبرگزاری اسوسییتد پرس شنبه 25 خرداد گزارش داد که کارکنان و ملوانان نفتکش تحت مالکیت نروژ یعنی MT فرانت هالتر دو روز پس از هدف قرار گرفتن کشتی خود و انتقال به بندر جاسک ایران را ترک کرده و وارد دبی شدند. به گزارش این خبرگزاری هیچ کدام از این 23 ملوان فرانت هالتر هنگام ورود به فرودگاه دبی حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشدند چون ازشون پذیرایی شده بود تو ایران. 11 نفر از این افراد روس، 11 نفر فیلیپینی و یک نفر گرجستانی هستند. شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد که یک شناور تجاری پیش از رسیدن قایق‌های ایرانی ملوانان را از نفتکش حادثه دیده نجات داده بود. بر اساس این گزارش کشتی تجاری هیوندای دبی پس از اینکه نفتکش فرانت هالتر مورد حمله قرار گرفت، یعنی همون انفجار انجام شد، کارکنان و ملوانان آن را نجات داد، اما قایق‌های مسلح ایران این کشتی را محاصره کرده و خواستار تحویل گرفتن ملوانان نجات یافته شدند. ناخدای هیوندای دبی در نهایت ناچار شد خواسته نیروهای ایرانی را بپذیرد و خدمه نفتکش نروژی را در اختیار آنها بگذارد. که اونام بردن بندر جاسک و بعدم بندر عباس و دو روز نگرداشتن پذیرایی کردن بعد فرستادن به فلان دبی. کشتی دومی که این نکته جالبه، کشتی دومی که روز پنجشنبه مورد حمله قرار گرفت نفتکش ژاپنی کاکوکا کاریجس بود که به گزارش فاکس نیوز
به نقل از مقام‌های آمریکا 21 خدمه آن توسط ناوشکن آمریکایی بیمبریج نجات داده شد و پس از درمان به سوی کشتی خود اعزام شدند. نتیجه خدمه نفتکش فرانتالتر که بعد از آسیب دیدن وسیله یک کشتی تجاری اماراتی نجات پیدا کردند، با مداخله مسلحانه سپاه تحویل جمهوری اسلامی داده شدند و بعد به جاسک و بندرعباس و نهایتاً دبی رفتند. خدمه کشتی کاکوکا که نظامیان آمریکا نجاتشون دادند، دیگه سپاهی جرأت نزدیک شدن بهشون رو پیدا نکردند. تحویل نیروهای ایرانی داده نشدن و مستقیم به احتمالاً امارات رفتند. حالا صحبت می‌کنیم، این تفاوت یک تصویر نظامی از منطقه هم به دست میده. این ماجرا یه نکته دیگه این است که سپاه به چه دلیل کشتی تجاری هیوندای دبی رو محاصره کرده و خدمه نفتکش فرانتالتر رو به زور تحویل گرفته. حادثه در آب‌های بین‌المللی اتفاق افتاده. آیا نیروهای سپاه با نیروهای آمریکایی یا پاکستانی یا اماراتی هماهنگ کردن برای این کار در آب‌های بین‌المللی؟ نکردن. آب‌های سرزمینی ایران مثل هر جای جهان قاعده بین‌المللی تا 12 مایلی خشکیه. به این نفتکش‌ها 25 مایلی و 28 مایلی بندر جاسک حمله شد، یعنی تو آب‌های بین‌المللی. سپاه رفت اون آب‌ها، یک کشتی تجاری رو محاصره می‌کنه مسلحانه و آنچه می‌خواد ازشون به زور می‌گیره. اینم یه تصویر نظامی از منطقه به دست میده که میگم حالا درباره‌اش صحبت می‌کنه. یعنی همچین کار سپاه در آب‌های بین‌المللی الزاماً به درگیری نظامی ختم نمی‌شود و همچین واکنشی هم بر نمی انگیزه، لااقل در شرایط ملتهب فعلی. در خدمت آقای نادر اسکویی هستیم. خوش آمدید آقای اسکویی عزیز به امشب صفحه آخر. درود بر شما و به همه بینندگان عزیزتون. لطف دارین آقای اسکویی. قبلا هم در این برنامه مزاحمشون شدیم، پژوهشگر ارشد مؤسسه آتلانتیک درباره من چرا امشب اینقدر توپق میزنم ببخشید پژوهشگر ارشد قهوه که هم خوردم، پژوهشگر ارشد مؤسسه آتلانتیک درباره امنیت بین المللی در واشنگتن هستند آقای نادر اسکویی. ایشون 10 سال مشاور سیاسی وزارت دفاع آمریکا بودند و 3 سال مشاور ارشد فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان. آقای اسکویی اجازه بفرمایید که اول از همین بحث فنی قضیه شروع کنیم، محل حفره‌ای که در قایق در کشتی نفتکش کاکوکا ایجاد شد و یه مقدار بحثایی را هم برانگیخت، هرچند محدود و ادامه پیدا نکرد، ولی به هر حال داستان این است که اگه ما اون عکس رو نشون بدیم الان میتونیم خوب ببینیم که ببینید من بخونم براتون که این دقیقاً مطلب آسوسییتد پرس که میگوید صاحب نفتکش کاکوکا میگوید که قبل از انفجار در نفتکش خدمه نفتکش اجسام پرنده رو دیدن و بنابراین اینکه انفجار در نفتکش به دلیل انفجار مین یا اصابت اژدر به کشتی بوده به نظر ایشون منتفیه و همین گزارش بود و دیگه چیزی هم نبود. به هر حال که البته خب رسانه های جمهوری اسلامی با آب و تاب اینا یه تفسیر گذاشتن روش و فلان اینا و از جمله نوشتن محل حفره ای که در قایق کاکوکا در اثر انفجار ایجاد شده بالاتر از سطح آب کاملا اینجا روشنه، حالا جزر و مد آب هم البته کاری نداریم ولی اینجا یه مقدار از سطح آب بالاتره و بنابراین نمیتونست از زیر آب یعنی به وسیله مین یا اژدر انفجار انجام شده باشه و مثلا بعد از بالا زده شده باشه و پس چرا نشده و از این داستانا و یا هر داستان دیگه. یعنی به هر حال صورت مسئله رو به هم بریزیم. بفرمایید نظر شما چی؟ مین های لیمپت که استفاده شده اینطوری که دولت آمریکا ادعا میکنه میتونه بالای سطح آب به کار گذاشته بشه و خیلی هم این اتفاق میفته، اساسا در زیر آب میذارن به خاطر اینکه حفره ای که به وجود بیاره کشتی رو غرق بکنه. ولی اگر هدف سپاه غرق کردن کشتی نبوده بلکه رسوندن پیامی بوده به امریکا و سایر کشورهای منطقه که اگر ما صادرات نتونیم نفت بکنیم مشکلات در صادرات نفت بقیه به وجود میاریم، اگه فقط اون پیام میخواست فرستاده بشه و نمیخواست کشتی رو غرق بکنه در حقیقت حمله خیلی محدودتری رو میخواست انجام بده، به راحتی میشه اون مین رو در بالای سطح آب به کار برد
و مین این نوع مین در بالای دریایی نیست فرق نمی کنه این مین در با این آهنربایی میچسبه بله بله به هر این مین مثل یک ریف گنده ای هست بله. که شما هم زیر آب میتونین اینو بچسبونین به کشتی که پروانه کشتی رو از کار بندازه و حفره‌ای که وجود میاره کشتی رو غرق بکنه میتونین بالای سطح آب بچسبونین اینو به کشتی که اون وقت آتش به وجود میاره چون انفجار به وجود میاره آتش به وجود میاد و اون آتش میشه به زودی خاموش کرد بیشتر جنبه من فکر میکنم علتی که سپاه اون بالا گذاشته این بوده که نمیخواسته کشتی رو غرق بکنه پیام میخواسته بده نظر صاحب کشتی ژاپنی هم که ایشون خب تخصص نظامی ندارن اشتباهه چون که تمام حفره هایی که اون چیزی که ما میبینیم حفره هایی که به وجود اومده در روی این کشتی و اون چیزی که از بازمونده مین منفجر نشده میبینیم همه نشون دهنده مین های هستن که توسط سپاه همواره به کار گرفته شده و سیران در نمایشگاه نشون دادن برای همین من فکر نمی کنم همونطور که خودتون گفتین سوالی باشه که این کار رو سپاه کرده و چرا حالا بالای آب گذاشته حدس می زنم بیشتر پیام بوده نه برق کردن کشتی صحیح اجازه بدین در پیوند با مسئله نفت من یکی دوتا سوال ازتون دارم بعد میریم رو قسمت بخش نظامیش بیشتر و به اصطلاح ژئوپلیتیک قضیه که مقدمتا ببینیم چقدر این تنش‌ها و جنگ احتمالی بر سر نفته آمریکا حدود 11 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکنه الان نفت شیل بهش میگن نفت غیر متعارفی است که من عیناً میخونم از توضیح درباره نفت شیل که از هیدروژن کردن و انحلال گرمایی خرده‌های سنگ نفتزا به دست میآید از نفت حاصله میتوان بلافاصله به عنوان سوخت استفاده کرد یا با افزودن هیدروژن و زدودن ناخالصی ها چون سولفور و نیتروژن ارتقاءش داد تا به عنوان ماده اولیه وارد پالایشگاه شود محصولات پالایش شده را میتوان در همان مصارفی به کار برد که محصولات پالایش شده نفت خام به کار میرود بیشتر منابع نفت شیل جهان در ایالت کلرادو آمریکاست که دارای منابعی بالغ بر 3.5 تریلیون تن است در سال 2011 آمریکا 52% از نفت وارداتی خود را از کشورهای اوپک تامین کرده. در سال 2018 آمریکا به طور متوسط روزانه 4 میلیون بشکه نفت صادر کرده. پس یه نتیجه 2-2-4 می شود گرفت که نیازی که آمریکا به نفت داره دیگه مثل سالهای قبل از 1396 خورشیدی نیست. با این وجود سایت تابناک در ایران این مطلب منتشر کرده. تیتر زده عمده نفت خلیج فارس در دست شیعیان نوشته عراق، ایران، عربستان و کویت دارای میادین نفتی و اسکله‌های بارگیری صادرات نفتی هستند که عمدتاً در مناطق شیعه نشین قرار دارند شیعیان عمده نفت کشورهای اسلامی و حاشیه خلیج فارس را در اختیار دارند و از این رو نقش ایران به عنوان یک کشور تأثیرگذار و بانفوذ در منطقه میتواند بیش از پیش مورد توجه باشد آقای اسکوی این درگیری ها چقدر سر نفت فکر نمی کنم اصلا ارتباطی داشته باشه واقعا همونطوری که گفتین فرق این درگیری ها و درگیری های دهه های گذشته این بوده که امریکا نه تنها نیازی به نفت خاورمیانه نداره بلکه در حقیقت با این روندی که داره جلو میره میتونه صادرکننده وسیع نفت در دنیا بشه و همین به خاطر این چی که محافل ایرانی میگن که این نفت رو شیعه ها کنترل میکنن و قدرت بزرگی میشن روند آتیه درست ضدشون میگه چون به دو دلیل یکی اینکه اصولا اهمیت نفت به طور کلی در اقتصادها کمتر میشه به خاطر که جایگزین میشه با تمام انواع دیگه گوناگون انرژی در جهان و به خصوص در رابطه با نفت اینکه امریکا الان 2 ساله که به جایی رسیده که در حقیقت نفت داره صادر میکنه نیازی به نفت اونجا نیست و فقط هم امریکا نیست چین هم شروع کرده به یک سری اختراعات نفتای شیل در اونجا در خود چین استفاده از اون بکنه بزرگترین خریدار نفت ایران رو نگاه کنین در ماها سالها و دهه های آتیه اهمیت نفت کمتر میشه و نه فقط ایران رو زیر فشار قرار میده همه کشورهای خلیج فارس رو من جمله عربستان من جمله امارات
که منابع اصلی درآمد ارزیشون کماکان فروش نفت است. خیلی تغییرات خواهد شد در خیلی وسیع خیلی وسیع. خب حالا در این زمینه به هر حال مسئله الان تنگه هرمز هست و تنگه باب المندب هم هست که آمارهایی که اعلام میشه در مورد میزان نفتی که از تنگه هرمز میگذره از 18% اعلام میکنن تا حتی تا 30% که من نمیدونم چقدرش بستگی داره کی اعلام بکنه. بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا سال 2016 روز یعنی 3 سال پیش روزانه 18.5 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی از تنگه هرمز عبور کرده و حدود زیر 5 میلیون بشکه از گذرگاه باب المندب. حالا نقشه هرمز و تنگه هرمز و نقشه باب المندب هم دوستان نشون میدن میبینین چقدر آقای اسکوی ایران که میگم یعنی جمهوری اسلامی و اساسا سپاه و قاسم سلیمانی و از ناب اینا چقدر خودشون آماده کردن برای کشوندن جنگ به ویژه مثلا تنگه باب المندب که در ادامهش کانال سوئز هست و راه دیگری که به جهان میرود و خب اسرائیل هم همونجا هست نمیدونم مصر هم همونجا هست ولی کلا این تنگه باب المندب هرچند که 1/4 در واقع اینجوری که آمارا هست 1/5 نفت جهان از اونجا نسبت به تنگه هرمز از اونجا گذر میکنه اهمیتش خیلی کمتر از این نظر نسبت به تنگه هرمز ولی به هر حال این خرابکاری ها و این تقسیم نقاط بحرانی و تنش که کار جمهوری اسلامی است چقدر ممکنه خودشو آماده کرده باشه برای اینکه جنگو بکشه به باب المندب هم خیلی زیاد در حقیقت باب المندب به نوعی سپاه امکانات وسیع‌تر از جاهای دیگه داره چون که در یمن و نیروهای متحد ایران هوتی ها دسترسی دارن به موشک های کروز ضد کشتی که ایران بهشون داده ایران تعلیمشون کرده و کماکان تعلیمشون میکنه دسترسی دارن به کشتی های به موشک های بالستیک ضد کشتی که یکی از سخت‌ترین نوع موشک هایی هستن که کشتی ها بتونن از خودشون دفاع بکنن این رو در اختیار هوتی ها قرار داده شده و تعلیم شدن تو اون کار هوتی ها دسترسی دارن به قایق های تندروی منفجر کننده که بدون سرنشین حرکت میکنن به سمت کشتی ها و میتونن خودشون رو منفجر بکنن و این اصلا ساخت ایرانه و توسط سپاه باز به هوتی ها داده شده و همچنین مین های مانند مین هایی که الان به کار رفته در چند روز اخیر در خلیج فارس این مین هم به مین های لیمپت هم به وسیعاً به هوتی ها داده شده و انواع اقسام مین های دیگه دریایی که در زیر دریا میمونن همه اینا رو روی هم بذارین به هر حال نیروی بسیار قابل توجهیه که سپاه بخواد در باب المندب هم اگر بخواد رو در روی با امریکا یا با غرب یا عربستان و سایر نیروها انجام بشه اونجا رو هم به عنوان یکی از مراکز اصلی حملات خودش انجام بده و این قادرش هم هست جغرافی باب المندب هم طوریست که خیلی راحت میشه اونجا رو حداقل برای کوتاه مدت بست ولی با توجه به نیرویی که الان انصار الله یمن داره نیروی وابسته به جمهوری اسلامی هوتی ها اگر این اتفاق بیفته با توجه به این که عرض کردم کانال سوئز، اسرائیل، مصر و اینها ممکنه به هر حال یه جوری پر جنگ به این کشورها هم بزنه. بله. و چه نتیجه خواهد داد؟ یعنی شاید جبهه اصلی چون ببینیم بعضی صحبت هستش که جمهوری اسلامی اصلا میخواد جبهه اصلی جنگ رو ببره جاهای دیگه. نمیدونم چقدر این درسته. و میتواند به این صورت که انصارالله یمن با قدرت که فعلا داره که من هیچ ارزیابی ندارم اگه شما میدونین خواهش کنم بفرمایید که اینا چند نفرن چند سپاهن اگر از نظر نظامی بشود گفت و این اتفاق اگر بیفته در واقع دو جبهه اصلی جنگ در باب المندب و تنگه هرمز میتونه به وجود بیاد
این تصویر عمومیه که آدم میبینه، نظر به 100% اینطور درسته. یعنی در حقیقت این بی‌معنی نیست که اگر باب المندب رو یه جبهه جدید سپاه تبدیل بکنه از خلیج فارس بخواد بگذره. نه، هر دو رو میتونه در آن واحد فکر میکنه یه نیرو داره که هر دو جبهه رو در هر دو جبهه بتونه بجنگه، در خلیج فارس توسط نیروهای خودش، در باب المندب توسط نیروهای نیابتیش. و نیروی نیابتیش در اونجا انصار الله یا هوتی ها نیروی بسیار بسیار قوی هستن. سالهاست که سالهای ساله در یمن می جنگن، چه در زمان رژیم قبلی، چه در زمانی که در دوران بهار عربی، و حالا چه الان که اومدن و پایتخت یمن رو اشغال کردن. و از روز اول هم با سپاه نزدیک بودن. رهبران هوتی ها که شامل رهبر کنونی هوتی هاست و برادر و پدرش که رهبران قبلی هوتی ها بودن، اولین کسانی بودن در هفته اول انقلاب اسلامی به ایران میان که تبریک بگن انقلاب اسلامی رو به خمینی. از اون روز به بعد رابطه بسیار نزدیکی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نیروی قدس که بعداً به وجود اومد با هوتی ها برقرار کرده و داشته، به خصوص زمانی که هوتی ها در سال 2014 فرودگاه صنعا رو اشغال کردن. ماهانر، شرکت هواپیمایی ماهان، 14 پرواز در هفته گذشته بود که فکر میکنم برای توریستا بود. این 14 پرواز در هفته برای این بود که بتونه این نوع موشک ها و این نوع اسلحه های تجهیزات مختلف رو به هوتی ها بگی. بسیار بسیار نیروی مهمی هستن. به این معنی نیست که ائتلاف عربستان، امارات با کمک اسرائیل و آمریکا در مقابل این نمیتونن. واسن میتونن، قدرتشو دارن که خب تمام نیروهای هوتی رو، بخش عظیم نیروهای هوتی رو به اصطلاح خونسا بکنن، کاری که میخوان. چرا الان نکردن؟ چون تو همین هفته گذشته میبینیم که انصار الله یمن، حالا نمیشه گفت به راحتی، ولی باز در یک تصویر عمومی به راحتی میزنه فرودگاه های عربستان و چون هنوز امریکا و اسرائیل وارد جنگ نشدن. اگه امریکا و اسرائیل وارد جنگ میشن، وقت داستان جنگ به هوتی ها کاملا متفاوت میشه در منطقه. و این استراتژی رو میبینه امریکا که یه همچین اتفاق بیفته؟ یعنی خودش آماده کرده برای درگیری با هوتی ها احیانا سرکوب، یعنی در واقع کاری که مثلا با داعش کرد با هوتی های یمن بکنه؟ مسلمه، چون که به هر حال باب المندب و تنگه هرمز دو گلوگاهی استراتژیک راهبردی در منطقه هستن که این دو را با هم رو هم بگذارین، مقادیر وسیعی از تجارت، چه نفت چه غیر نفت، از بین اروپا و آسیا از این دو گلوگاه میگذره. و اهمیت اون، اهمیت راهبردی اون همواره برای آمریکا روشن بوده، برای ارتش آمریکا روشن بوده، برای سنتکام روشن بوده. اصلا ناوگان پنجم آمریکا در منطقه، حفظ کشتیرانی، حفظ آزاد کشتیرانی آزاد در باب المندب یکی از اهداف اصلیش همواره بوده. صحیح. ببینید، 10 روز بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد معافیت خرید نفت از ایران رو برای کشورهای مشمول معافیت که 3 ماه تمدید، 3 ماه اعلام کرده بود معافیت گذاشته بود برای چند کشور، گفت تمدید نمی کنم دیگه، حالا استثنای خیلی نازکی اینجا هست مثلا عراق. مثلا 10 روز بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد، انفجارهای نزدیک بندر فجیره امارات اتفاق افتاد که اشاره کردم. مستندات آمریکا میگوید که انفجار در 4 کشتی در بندر فجیره رو سپاه انجام داده. این مستندات چی آقای اسکولی؟ در اول برنامه خودتون خیلی وسیعا اشاره کردین به اینکه فیلم هایی که سنکام داره ما نشون میده، که خیلی هم نادر این نوع فیلم ها که گرفته شده، به خوبی نشون میده که یک قایق که ایرانی ها نامشون گشتی میگن بهش، یک گشتی به این کشتی ها نزدیک شده که این مینا رو برداره، که همونطوری که گفتین خب بیانگر اینه که نمیخواستن مین دست امریکا بیفته که ببینه چی میشه. و
تمام حفره هایی که این نوع انفجارات چه در چهار دفکشی که قبلا در فجیره اتفاق افتاده چه در این دو کشتی، تمام حفره هایی که به جا گذاشته انفجارات بیانگر استفاده از این نوع مین ها هست. در فجیره هم همین مین ها استفاده شده بود. بله بله بیانگر اون هست و این مین ها سال هاست که اصلا ایران خودش به نمایش اینا رو میذاره، برای صادرات حتی گذاشته بود، دوره نمایشگاه صادرات تجهیزات جنگی گذاشته بود، این مین ها رو به نمایش گذاشته بود که بتونه بفروشه و اون چیزی که از این مین ها مونده کاملا اینو نشون میده. یعنی من فکر نمی کنم شکی هست که باشه که ایران در این کار شرکت داشته. بحث اینه که چرا و چرا اینقدر محدود انجام داده، که اون وقت برمیگردیم به جواب قبلی من که من فکر میکنم بیشتر این منظور دادن پیام به امریکا و به عربستان و سایر نیروهای منطقه بوده که اگر نگذارید ما نفت رو صادر بکنیم، ما سعی میکنیم که جلوگیری بکنیم از نفت شما، و این پیام داده شده به هر حال. خب شینزو آبه نخست وزیر ژاپنش فرقی هم نمیکنه، بعضی میگن آب شینزو درسته، به هر حال چه علی خواجه چه خواجه علی، ژاپنی ها همیشه آب شینزو میگن، همیشه فامیل رو اول میگن بعد اسم اول. من نمیدونم کدومش فامیل کدومش اسم. آب شینزو میگن. بله آب فامیلی. بسیار خوب آقای آبه اصلا نخست وزیر ژاپن بعد از کلی تماس و مذاکره با ترامپ و رؤسای دولت چند کشور دیگر 22 خرداد آمد ایران، با روحانی صحبت کرد که از برجام نیاد بیرون جمهوری اسلامی، بعد با پیام رئیس جمهوری آمریکا رفت پیش پیشوا و گفت آمریکا قصد تغییر رژیم ایران رو نداره، جواب خامنه ای رو بشنن. در این 40 رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن، این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل حل نخواهد شد. آمریکایی ها بیشترین دشمنی رو که میتوانستن با ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. بله آقای اسکویی خواهش من بفرمایید که همین این مهمترین چیزه در این صحبت که در 40 گذشته دولت‌های آمریکا قصد سرنگونی جمهوری اسلامی رو داشتن طبق گفته آقای خامنه‌ای. فکر کنم حرف بسیار نادرستیه. اتفاقا برعکسه، تمام دولت‌های آمریکا تو این 40 به نوعی راه مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه دادن. کارتر بعد از گروگانگیری میتونست حتی طبق قوانین بین‌المللی به ایران حمله بکنه. تنها کاری که کرد سعی کرد که یه گروه کوچیکی بفرست که اینها رو نجات بده، نه به ایران حمله بکنه. دولت ریگان و بوش بعد از اون حتی اسلحه فروختن به ایران در اوج جنگ ایران و عراق و سعی کردن به نوعی با ایران کنار بیان. دولت کلینتون اسرائیلی رو بله بله ایران بله بله دولت کلینتون تحریم‌های بسیار محدودی رو روی صادرات ایران گذاشت، با اینکه در اون زمان مقدار زیتا اون زمان معلوم شده بود که ایران و سپاه و نیروی قدس در کشتن بسیاری از امریکایی‌ها در منطقه دست داشته، با این وجود فقط به یک گذاشتن تحریم‌های بسیار کوچکی بسته کرد. در دوران بوش ایشون میتونست به ایران حمله بکنه، به عراق حمله کرد، مسئلهش ایران نبود، خب به راحتی میتونست با اون همه نیرویی که اونجا داشت وارد ایران بشه به جای اینکه بره عراق. اوباما درست تحریم‌های بسیار جدی رو ایران گذاشت، ولی هدفش آوردن ایران بر سر میز مذاکره بود و بالاخره این کارو کرد. ایران سر میز مذاکره اومد و بالاخره برجام خوب یا بد امضا شد. ترامپ هم که از روز اولی که سر کار اومده و حتی روز قبل از این سر کار بیاد همواره گفته که مسئلهش مسئله جنگ جدید در خاورمیانه نیست و نمیخواد وارد جنگ جدید بشه، حتی میخواد جنگ‌هایی که هستن و حضور نظامی آمریکا رو در منطقه در جاهای غیر از ایران هم کم رنگ‌تر بکنه، مشخص سوریه، میخواد نیروهاش از سوریه بکشه بیرون در دوره‌ای در زمانی که بیش از هر موقعی به نیروهای آمریکا نیاز اونجا هست. من نمیدونم حرف آقای خامنه‌ای بر چه مبناییه، فکر کنم حرف بسیار بی‌پایه‌ای است. نمیدونم دیگه، چون ادامهش گفته ما 40 مقاومت کردیم، خواسته اینو بگه. حتما اینو میخوام بگم که اینا خواستن ما رو سرنگون کنن ولی ما هنوز سرنگون نشدیم. بله. نه کسی نخواست شما رو سرنگون کنه، چون بخوان سرنگون کنن راه های دیگه ای هست، این راهاش نیست.
خب شینزو آبه برای مبادله پیام آمده بود ایران. این صحبت ها کاملا کلمات روشن، معناش هیچ پیچیده نیست. برای مبادله پیام آمده بود ایران، مبادله پیام بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبر جمهوری اسلامی. خب یعنی پیام برده بود شینزو آبه. حالا جواب خامنه‌ای رو اول بشنو. من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ببینین رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتن نخست وزیر ژاپن با دستانی خالی. حالا ما کاری نداریم به این حرفای به قول خمینی کذا و کذای خامنه ای. چیز روشنی که نوشتن رسانه ها، نوشتن نخست وزیر ژاپن با دستانی خالی تهران را ترک کرد. علتش هم روشن است، او با دستانی خالی آمده بود. چرا؟ ببینید وقتی که نخست وزیر ژاپن رو دعوت میکنه یا میپذیرنش که برای گرفتن پیامی که از رئیس جمهور آمریکا دارد بیاید ایران، میخوان ازش چیزی بگیرن دیگه. قرار بود چی ازش بگیرن؟ اولا که مسلماً میخواستن پیامی دریافت بکنن از ترامپ، برخلاف حرفی که آقای خامنه‌ای اینجا میزنه. اگه قرار نبود که پیامی دریافت بکنن، انتظار پیام مثبتی از ترامپ نداشتن، چرا اصلا حاضر شدن از آبه به تهران بیاد و دیدار با اینا بکنه برخلاف حرف ایشون؟ اون چی که به نظر میاد نیاز داشتن شاید هم سوء تفاهم بوده. فکر میکردن که شاید آبه بگه که نه تنها ترامپ اهل راه انداختن جنگ جدید در خاورمیانه نیست و مسئلهش مسئله رژیم چنج در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار ایرانه، بلکه فعلا برای اینکه حسنیت خودش هم نشون بده، معافیت‌های فروش صادرات نفت برای ایران رو مثل دوران زمان اوباما به وجود میاره. ایران به نظر میاد نیاز داره حداقل 1.5 میلیون بشکه در روز بفروشه که بتونه روال حکومتیش رو بگذرونه. برای بودجهش. بله، به اون بتونه روال حکومتیش رو بگذرونه. بله. انتظار اینا این بود که بتونن مثل دفعه قبل حداقل بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه معافیت بگیرن از آمریکا. آبه اومده میگه که معافیت‌ها داده میشه، ولی به شرطی شما اول به سر میز مذاکره بیاین، بر مبنای اینکه چگونه مذاکره میکنین، چه چیزها رو توافق باهاش میکنین، چه چیزها رو توافق نمیکنین، یا ما معافیت صادرات نفتی رو بهتون خواهیم براتون خواهیم داد، یا اینکه اصلا کلا تحریم ها رو برمیداریم بر مبنای نوع توافقایی که در این مذاکرات انجام بشه. و خب خامنه ای حاضر نیست پای مذاکرات بره وقتی که اینطور زیر فشار اقتصادی هست و اینطور اصلا در حقیقت رژیمش زیر سوال رفته به خاطر بحران اقتصادی که به خاطر این تحریم ها به وجود اومده، و بخواد اینو 1-2 سال دیگه هم ادامه بده، اصلا معلوم نیست که رژیم بتونه دووم بیاره که بتونه این نوع تحریم ها رو بتونه تحمل بکنه. بر همین نمیخواد از موضع ضعف بره، دوست داره که حتما یه معافیتی داده بشه که حداقل امور روزمره ایران بگذره، بعد بتونه وارد مذاکره بشه. به نظرم میاد که ترامپ اهل اون نیست، فاصله سفت، همونطور که با کره شمالی انجام داده، که تا توافق نرسیم تحریم ها برداشته نمیشه. صحیح. خب به هر حال خیلی ها در ایران و در کشورهای دیگه انتظار داشتن که نخست وزیر ژاپن ناامید و دست خالی از ایران بر نگرده، و تا اونجایی که آقای اسکوی بنده اطلاع دارم از دوستان مطلع و موثق، آقای خامنه‌ای به تیم ظریف، به خود ظریف و به تیم ظریف در سازمان ملل پیغام داده که به هیچ وجه وارد مذاکره نشین، صحبت نکنین. یعنی اونم فکر میکنه که اگر بایسته به نتیجه میرسه، یعنی شاید بتونه این معافیت رو مثلا بگیره و بعد وارد به هر حال مذاکره بشه. قبل از اینکه نخست وزیر ژاپن بره ایران، خامنه ای گفت ما نه مذاکره میکنیم نه جنگ اتفاق میفته، گفت اصلا جنگ نخواهد شد. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد.
چرا؟ برای خاطر که جنگ دو طرف داره، یه طرف مایی و طرف اونه دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم، ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم. جمهوری اسلامی افتخارش اینه، هیچ جنگی رو ما شروع نکردیم. جنگ هایی داشتیم، منتها شروع کننده طرف مقابل بوده. ما وقتی که طرف مقابل شروع کنه، البته با قدرت وارد میدان میشیم، اما ما جنگ رو شروع نمی کنیم. این که طرف ما، طرف آمریکایی، آمریکایی هم جنگ رو شروع نمی کنن. برای اینکه آمریکایی ها گمان می کنم اونها هم می دانند که اگر جنگی رو اینجا شروع کنن 100% به ضررشون تمام خواهد شد. آقای اسکوی، اینا ارزیابی شما چیست؟ اینا از چی مطمئنن یا با چه هدف این حرف رو میزنن؟ فکر میکنم واقعا فکر میکنن که ترامپ اهل جنگ نیست وقتی که صحبت از این میکنه، و حاضرن حتی این اقدامات چند روز و چند هفته اخیر رو انجام بدن، من جمله حملات به نفتکش ها در خلیج فارس، در فجیره، به این امید که این فقط پیامی با آمریکا میشه، قیمت نفت رو بالا میبره، حالا که نفت کم میفروشیم بذار قیمت نفت هرچی بالاتر بره که پولی دست ما بیاد. ولی ترامپ اهل این جنگ نیست. فکر کنم اشتباه خیلی عظیمی میکنه. خب نه، قیمت نفت بالا میره با وضعیتی که فعلا هست به ویژه در آمریکا. نه. و بعد اگر بالا بره خیلی دوره خیلی کوتاه بلافاصله پایین میاد، چون نفتای دیگه هست که جایگزینی نفت. ببینید حملاتی که داره هی تشدید میشه به مراکز نفتی بین‌المللی در عراق. بله. از داخل خود عراق. بله. که روشنه که کار به هر حال طرفداران جمهوری اسلامی است در اونجا. بله. یعنی هشت و شعبی به طور مشخص همش هم از مناطق شیعه نشین این حملات انجام میشه، یا نزدیک نمیدونم مقر نظامیان آمریکا یا مشاوران نظامی آمریکا در عراق. اینا فقط به نفتکش ها محدود نمیشه. بله. این یه طرف قضیه است که در واقع به فرمایش شما شاید دارن صبر مثلا راهبردی، واقعا استراتژیک، آره راهبردی به فرمایش شما اندازه میگیرن صبر ترامپ و اصولا نظامیان آمریکا رو و دولت آمریکا رو دارن اندازه میگیرن. یا اینکه ببینید یه نکته بسیار مهمی هست در همین فرصت چند دقیقه مونده، من میخوام در پیوند با مسئله هسته ایران ازتون میپرسم. رئیس جمهور آمریکا در صحبتی که در گفتگویی که با تایم داشت به صراحت گفت، همین چند روز پیش گفت، ازش پرسیدن که حتما مطالعه فرمودین شما، که ازش پرسیدن که اقدام نظامی علیه ایران در چه شرایطی شما میکنه، گفت فقط در پیوند با مسئله هسته ای و این مسئله جنگ نفت، این مسئله انفجار در نفتکش ها و اینا مسئله جزئیه. اینجوری برخورد کرد. در پیوند با مسئله هسته‌ای، این رفت و آمدهای دیپلماتیک هم که به تهران هست در از هفته گذشته شروع شده و خب در خود آمریکا هم انجام شده است که نشانه های اتفاقا خوبی نیست. این رفت و آمدهای تند دیپلماتیک میره میاد، مثل ماجراهای قبل از حمله به عراق هم هست. بریم به طرف اینکه آخرین زور رو بزنیم ببینیم امکان هست که صلح بشه، سازش بشه، فلان بشه، اینا یه همچین ارزیابی ازش هست. آیا به طور مشخص صحبت این هستش که آمریکا حمله تاکتیکی نظامی به ایران میخواد بکنه، یعنی مراکز هسته‌ای رو بزنه، درست یا غلط؟ دو زمینه هست که آمریکا سیاستش خیلی روشنه در رابطه با روی نظامی با ایران. یکی این که جنبه دفاعی داره، امریکا خیلی روشن گفته که اگر پرسنلش و تأسیساتش مورد حمله ایران قرار بگیرن در به این حملات پاسخ خواهد داد. و دوم این که امریکا خیلی روشن گفته که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که ایران به جایی برسه که بتونه دستیابی پیدا بکنه به بمب اتم. اگر مثلا الان احتمال این هست که ایران یک سال دیگه وقت میخواد که بتونه بمب بسازه، ولی با اقداماتی که انجام بده این یک سال به چند ماه و چند هفته بخواد بکشونه، اونجاست که باید منتظر درگیری نظامی بود. اگر درگیری نظامی تهاجمی طرف آمریکا انجام بشه، اون دفاعیش هم اینه که مقابله بکنه با حملاتی که به
مؤسسات و پرسنل امریکا در منطقه انجام میشه. یعنی مسئله هسته‌ای مطرح باشد، مهم نیست که جمهوری اسلامی چقدر ضربه زده یا ضربه میزنه، همین عملات ایزایی رو بکنه به پرسنل آمریکا یا به نفتکش ها یا فلان. این حمله تاکتیکی به اصطلاحی که مطرح است، یعنی به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، بمباران سنگین این مراکز انجام می شود اگر که ثابت بشه که جمهوری اسلامی تا مثلا نزدیکی مرز رسیده به این که بخواد بمب اتم به وجود بیاره. بله حتما، این اصلا استراتژی امریکا بوده و بارها هم رئیس جمهوری اعلام کرده، رئیس جمهورهای مختلف اعلام کردن. بسیار خوب، تلاش اروپا برای اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات و برجامش پایبند بمونه حتما بر همین اساس، این رفت آمدهای دیپلماتیک هم در همین زمین است. حالا این بحث به هر حال پرسش های من از شما آقای اسکوی خیلی هاش موند، فرصت محدوده، من نمیدونم در این هفته چه اتفاقایی میفته، امیدوارم شاهد اتفاقای خوب باشیم، ولی در هر صورت شاید به هر حال در یکی دو هفته آینده باز مزاحم شما بشیم و در خدمتتون باشیم. این بحث ادامه داره، سوالای کلیدی مهمی ازتون من دارم باز که بتونیم بشنویم. خیلی ازتون متشکرم. بی نهایت تشکر از شما. ممنون. سپاسگزارم. بریم پرده آخر. زن اگه فاسد شد، قرآن مرحله به مرحله دستور تنبیهشو میده. اول باش حرف نزنید، قهر کنید. دوم نصیحتش کنید، تندی کنید. سوم فحجروهن فی المزاجع، در بستر محرومش کنید، همخوابی بایش نداشته باشید، تنبیهش کنید. چهارم حبسش کنید، ولو دست و پاشو ببندید. و اگر هیچ کدوم از این عوامل برای رفع فساد زن مؤثر نشد، فضربوهن، بزنیدش. متن قرآن. شب و روزگار خوش.